زنان آمریکایی لباس پوشیده بود که باید پلیس های زن بود. چه خوشگل بودی پلیس. مفید بوده. ما زیاد چیزا رو یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه ازی جا. پلیس زنان افغانستان امارات اسلامی. امارات اسلامی که به تحصیل خانوما گیر میداد حالا پلیس آورده توی ارتشش و نظامش و داستانو. بریم با هم دیگه ببینیم، خیلی جالب میشه این ویدیو. اگه اون لباس نظامی هایی که ابتدای ویدیو نشون داده همینا باشن، یکی دیگه واقعا قوقاگر و کودتاگر در سطح جهان. چه لباس ها شیکی، چه تناسب اندام های خوبی. پلیس زنان آمریکا خرکی باشه، اسرائیل خرکی باشه، الله و اکبر. بریم ببینیم پلیس زن در افغانستان زمان جمهوریت و امارت هیچ فرق بینه یک مرد و یک زن نیست. الهی خوب مثل زنان آمریکایی لباس پوشیده بود که خیلی عقب افتادم از اطلاعات نسبت به کشور افغانستان. اینا کی اومدن رو کار؟ شما هیچی نمیگین که کامنتی نمیذارین پاشا فلان قضیه تو افغانستان رخ داده ریاکشنش کن. وضعیت پلیس همینان چه خوشتیب. خب چرا پرچم افغانستان قدیم رو دوششونه؟ روسری هاشون هم بچه هم رنگ پرچم افغانستان قدیمه. این مال قبل یا مال حال حاضره؟ بگید. زن در افغانستان در طول تاریخ متفاوت بوده است. حدود نیمی از جامعه افغانستان را زنها تشکیل می دهند که بیشتر آنها خاندار هستند. برافو برافو، یعنی بهترین خبری که میتونست من رو توی چند روز خوشحال کنه همین خبر بوده که بانوان آقا میتونن کار دولتی داشته باشن، میتونن در سطح شهر خدمت کنن. زن فقط واسه این نباشه که توی خونه باشه، فقط بچه بیاره، بچه داری کنه، آشپزی کنه، رخت بشوره. خدا رو شکر از ذهن و عقل خانمان دارن استفاده میکنن. دیگر علاوه بر وظایف خانه‌داری، خارج از منزل نیز وظیفه خود را اجرا میکنند. یکی از وظایف مهم زنان اشتراک در بخش های امنیتی و خصوص ایول. و بچه اینم میدونید که آقای یکی خانم میخواد پلیس شه باید یه سری تحصیلات تکمیلی رو بگذرونه و این نشاندنده اینه که مثل ای که امارات اسلامی افغانستان این قضیه منع تحصیل بانوان خانومات توی کشور رو برداشته. این بسیار قدم و جایش بزرگیه. پلیس است. پلیس زن در افغانستان پس از سقوط امارت اسلامی در دوره قبلی در بخش خدمات پلیس و خدمات نظامی مشارکت نمودند. و یه چی جالب بچه ها نگاه کنید، در کنار نظامی های مرد افغانستانی آموزش میبینن و به قولی مانور میدن. این بسیار خوبه و این نشاندنده روشنفکریه. و شماری از آنها در بخش‌های مختلف پلیس مانند نیروهای ضد شورش و نیروهای ویژه نیز فعالیت می‌کردند. خدا بچه شرط می‌بندم پلیس بانوان افغانستان پلیس‌های مرد ایرانی رو می‌کنن تو قوطی کبریت. افغانستانی‌ها بنیه قوی دارن، ایرانی‌ها پلیس‌هاشون یا شکم دارن یا زور ندارن یا دوره رو درست سامونه کردن ورزیده نیستن. افغانستانی ها ماشالله بنیه خیلی خوبی دارن. زنان در اثر برخورد احسن احسن واقعا خوش آمد. واقعا ویدیو جالبی بود و حالا سرچ کنم ببینم بازم از این قبیل ویدیو هست تا ریاکشنشون بدم. و چند تا موتورسیکلت هم هست، نکنه بانوان اجازه میده پلیس های بانوان افغانستان اجازه دادن رو موتور هم بشینن موتورسیکلت. خب ما توی ایران به این موتورسیکلت ها به این دوچرخه ها میگیم موتور، ولی توی افغانستان به این چهار چرخه هایی که ما بهش میگیم ماشین اتومبیل میگن موتور.
مردان در داخل یا خارج از منازل. آی نه 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 خودش بود، دیدید پرچم امارات اسلامی هم بود. اینا دوباره چرا یه جور لباسی شدن؟ نکنه تو امارات اسلامی باید یه جور لباس پوشه؟ خب این خانومی که یه جور چادر بپوشه، روسری چجوری بگیری، چجوری تفنگ برداره، چجوری مشت بزنه، شوت بزنه، با مشکلاتی روبرو شود. بنابراین در فرهنگ افغانستان، در قضایا و رویدادهایی که پای زن در آن دخیل باشد، باید پلیس های زن چه خوشگل بودی پلیس، چه زیبا بود. این نشان دهنده اینه آقا از هر قشری علاقه دارن خانوما کار کنن. مثلا توی ایران یه خیلی کارهای مثلا سطح پایین، یا خیلی سطح پایین یا سطح بالا رو خانوما انتخاب میکنن برن سر کار که ارزشش داشته باشه. ولی ببینید این خانوما زیبا اومده پلیس شده، هزار ماشاءالله. داخل و بررسی نمایند. بدین لحاظ لازم است در هر ولسوالی و شهرها پلیس های زن وجود داشته باشند. دولت قبلی این دیگه حجاب نداری، چرا بوره اینا پلیس افغانستان خانومه؟ فکر نکنم بورا اصولا اوکراینی و روسی هن، ولی خب چهره باقی خانوم ها افغانستان. نکنه یه ارتش بود او کشور ها بردن آموزش میدن. افغانستان با حمایت های دونرهای بین المللی و ماموریت های آموزش پلیس ملی و موفقیت های تدریجی در زمینه استخدام و نقش زنان در پلیس ملی افغانستان یا ANP دست یافته بود. احسن، به شدت قدم مفیدی بود واقعا بچه. حالا نه ای که امارات اسلامی داره قوای نظامش رو تکمیل میکنه، فقط خوشحالی من از این بابته که از خانوما داره استفاده میکنه در دستگاه دولت و از این داستانه های و بسیار خوشحالم میکنه. اما این پیشرفت ها همچنان محدود بود. بچه نگاه کنید، آه دقیقا همین، این پلیس زن افغانستان در کنار پلیس مرد افغانستان توی کوه و کمر رو داره میره. این جایش بزرگیه توی پیشرفت تفکری امارات اسلامی افغانستان. براو. کمتر از 1% پلیس ملی افغانستان را زنان تشکیل میدادند. سازمان هایی که سربازان زن افغانستان را آموزش میدادند. بچه خیلی هم کیف میده مثلا پلیس چی بری تو ارتش توی کوه کمر را بدویی. من عاشق طبیعتم، یعنی اگه داوطلبانه میرفتم عضو میشدم. حال میکنم اصلا با طبیعت بری تو کوه و دشت و کمر. پلیس اتحادیه اروپا، یوناما، هندوستان و ترکیه بود. اما پس از سقوط کابل که منجر به این کشورها دارن آموزش میدن، همون خانم بوره‌ای بود، پس از همین بود، پس از یه کشور دیگه آوردنش. فقط اینجا میمونه احتمالاً یه مترجمی هم داشته، پلیس خارجیه که اومده افغانستانی‌ها رو داره آموزش میده. بازگشت دوباره امارت اسلامی در افغانستان شد. بسیاری از سربازان زن و مرد کشور را ترک و به کشورهای خارجی پناهنده شدند. و پس از مدت چرا اینجوری شد؟ شاید این ویدیو مال اون زمان دوره قبل طالبانه، بعد طالبان اومدن فرار کردن. اینجا شما درست متوجه نه، توضیح بدین دیگه بابا، همش نگاه نکنید سر روی موهای منو، یه توضیح بدین. 3 سال از حکومت امارات اسلامی چرا بای بای میکنن؟ تقریباً یک ارتش منظم و قدرتمند از سربازان زمان جمهوریت و سربازان تازه استخدام شده. بچه حالا یه سوال دیگه واسم پیش اومد، اونایی که قبل از روی کار اومدن امارات اسلامی طالبان مثلا تو ارتش افغانستان توی بدری 313 و کلاکجرا و این داستانا بودن، بعد اینکه طالبان اومدن رو کار، اونا رو دوباره استخدام کردن کار کردن، یا اونا رو همه رو تصویه دادن و نیروی جدید گرفتن؟ مثلا یه ارتشی که روبروی طالبان در اون زمان وایستاد، طالبان اومدن همونا رو واسه خودشون استخدام کردن. این قضیه رو توضیح بده داش من، گل من. تشکیل شده است، اما نقش زنان در این اردوی ملی دیده نمی شود و تعداد کمی از زنان در حال حاضر به عنوان پلیس ضد شورش در نظام امارت اسلامی با پوشش متفاوت حضور دارند. بازم خوبه، بازم خوبه. من فکر کردم دیگه رفتن که رفتن، و الان داره میگه که هنوز موندن و این ماندن اینا یعنی آقا عضو دیگه هم اینا بگیرن دیگه. احسنت، خوشحال شدم بابا. جلوگیری از ضد آشوب اینا رو یاد گرفتیم، بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزها رو یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه از این
جان جان براو براو واقعا منو ساخت، واقعا منو ساخت. و این بانو و از اون گذشته این بانو اومده جلوی دوربین داره صحبت میکنه، یعنی زنان آزادی اینو دارن که بیان جلوی دوربین توی تلویزیون نشان داده بشن. داره پیشرفت میکنه مثل اینکه افغانستان طالبان. حالا باز شما افغانستانی ها بیشتر میدونه، من توی ایران هم زیاد خبر ندارم. نظر شما چیه؟ در انتها هم یکی از دو ویدیوی بالا رو حتما نگاه کن. بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.